بچه حلال زاده ایه و نمیدونم حروم و حلال حالیشه، حق نمیخوره، اینا همش روحانو بریزیم الهی بگیرتون، چه کارگر چه کارفرما، همه چی مکتوب که بعدا داستان براتون پیش نیاد و حق خوری نشه. سلام، چون که موتوتوری های عزیز خیلی مخلصیم. آقا یه پروژه بازسازی داریم، من اون 125 همون که داشتم و میخوام بازسازیش کنم، شما هم کنار من باشید و این ویدیو رو ببینید، یه نگاه بندازیم الان بهش تو وضعیتی که هست، بعد بازسازیم حالا مراحلش هم که ویدیوشو میگیرم بعدش هم ما هم دیگه ببینیم. بریم ببینیم. خب این وضعیتیه که الان داره، دو سه ماه هم خواب بوده، موتور روشنش نکرده بودم، الان لوازم موازم گرفتم برم درستش کنم تا ببینیم خدا چی میخواد. امیدوارم از خوبت توش در بیاد. این اسباب اساسی فیلم مرداریمون رو مرداریم و بریم ما هم دیگه درستش کنیم، لذتشو ببریم. خب رفقا متاسفانه امروز نمیتونم تمومش کنم موتور رو، رفتم تراشکاری، گفتش که فردا صبح باید بیای، امروز نمیرسم به تحویل بدم، ولی خب کارهایی که میخوایم یعنی خودم میتونم انجام بدم و فعلا انجام میدم تا فردا ببریمش تراشکاری و درستش کنیم. امروز کامل نمیشه تکمیلش کرد. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. بریم با هم دیگه قاپلاکو عوض کنیم، شما هم ببینیدش. حرکت اولمون قاپلاک، حرکت اول میگم پلاکو قاپلاک شکسته، قاپلاکو عوض کنم. بریم با هم ببینیم. البته چیز خاصی هم که پیچه دیگه داره میچرخه، رد میکنم بزنم آشان رو در گموره هست، رد میکنم بندازیم این تو یه بچه شوش کنیم. باز شد این مهره مثل آدم ابزار داشته باشه خیلی حال میده خودش وسیله هاشو درست کنه. من خودم عاشق اینم که خودم یه سری از کار رو انجام بدم، اگه ابزارش باشه همین کار رو خودم انجام بدم. این بازش من رو نشید. صدا یک دو سه. خب این برم واکنی. از این جغجغه یا اگه خوب سریع تر کار آدم رو هم میکنه. بچه عزیز هم ویدیو ها دوست دارید درست کنم؟ اگه دوست دارید حتما برام کامنت کنید. هنوز هم هلوش 80% تون کانال هم ساب ندارین ها، علتش چیه؟ خدا میدونه که چرا کانال داداشتون رو ساب ندارید. فرض همین الان اگه ساب نکردین کانال داداشتون ساب کنید دیگه، هیچ کاری نداره، هیچی هم ازتون نمیخواد، یه تاچه و یه کلی کلی با کامپیوترید ساب کنید، بذارید داداشتون انرژی بگیره، ویدوهای خفن‌تر بهتر با انگیزه تر بسازن، لایک کنید همین الان ویدو رو، اینه به خدا هیچ خرجی نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. باشه رو میدازیم بریم ببینیم بستن مهره. بسیارت که عزیز از این آجارده هم میره نصف موتور رو باز کنه. خیلی تو زیاد هم سفتش کنم خطره ما میشیم چون که بستی چیه یه مهره رو میدازم بس یه باشه رو میدازم و دو مهرش کنم. بخشدار نجف بخشدار شهردار نه چون چیزی داشت رفته بود خونه این بنده خدا اسمش ابو علی بود خونه‌ش دقیقاً روبروی مسجد همانه بود. سه تا قومی اونجا با ما بودن. روزی که ما از اینا جدا شدیم بعد از دو روز من قشنگ قومی حرف زدم یعنی نمی‌دونستش کشی کسی تشخیص بده که من تهرانی رویا نباشه لباس یه تهرانیه. حالا میگه که خب الان همه تهرانی هم بابات کجایی؟ مادرت کجایی؟ ما طبق اسنادی که موجوده 9 نسل قبل از پدر بنده در تهران ساکن بودن. ریا نباشه تهرانی هستیم. خدا شکرم که شد. حالا بریم این روغنه رو میتونیم عوض کنیم. روغنی که توش نیست خالی شده همشه. زیرو یه بار باز کردم هر چی شد با بدبختی بستمش. زیرو باز نمی کنم. دو رو باز کنم و از شاید خدمتتون که این چیانی چه کردیه حالا نمو دوشونه وای بگیرم نمیدونم آنها چیزی بگیرم بعد بگیرش رو نمیدونم بگیرم که خوب بگیرم تمیز بگیرم از اینم تمیز کنیم جا فکر کنم 5 سال من این موتور رو نشستم خیلی ها 5 سال خیلی دیگه 5 سال ظرفا رو می‌گیم داشتیم بچه ها همیشه نظافت رو آید به پخ نرد ساعت خاموش هره خیلی داره بچه هم روغن نداشتی
چقدرم سوخته رو برم اقوام اومدن یه وقتم کچش میکنیم یه قشنگ خالی برم خاجی ما مشهدی شدیم کامل رفت خب داداشای گلم من همین فیلتره رو بچه فیلتره فیلتر که بشه نمیشه فنده رو تمیز کردم با دستمال الان میخوام ببندمش و روغانه از اون برد بریزم بریم با هم بریم شروع اینم تمیز کنیم خیلی کسی تو یه کارواش لاتین میخواد کارواش لاتی چجور کارواشی میشه؟ کارواشی که یه تعداد لات ببینید چقدر روغنی سیخته بود؟ بدبخت هفت به چه زرسه دو میشه خب درم بسته بریم روغن برسیم هوا داره یواش یواش تاریک میشه موتور رو چرخونم روغنش رو بریزیم بفرمایید آب درگیز که باز بود روغن به ایران تکتاز گرفتم اینجا زده 40 قرده ای ولی 75 حساب کردم این آنه دیگه اینا خیف بیارم خب با وسایل خیلی اختیاری روغن عوض میکنیم پس من یه مسئله رو بهتون بگم قبل از اینکه بریم روغن عوض اجازه بر هر جا که میرید کار میکنید حواستون باشه اولا همه چی رو مکتوب داشته باشید اینکه آی رفیقمه و نمیدونم ما سالها همدیگر رو میشناسیم و بچه حلال زاده ایه و نمیدونم حروم و حلال حالیشه حق نمیخور و اینا همش خصوشه بریزید دور ببخشید به این قضاوت دارم میگم و به این صراحت دارم همه چی رو مکتوب داشته باشید هر چیزی که اتفاق میفته رسمی و ثبت شده داشته باشی که بعدها به مشکلی که من خوردم نخوری بعد از این همه کار کردن و زحمت کشیدن و از خونه و خانواده زدن آخرش این شد که بخشی از حقم خورده شد که مهم نیست خرج دوا دکتر میکنه مطمئنم و اینکه طرف هم میشناسم از این آدمایی که خیلی دروغ میده و عرض کنم خدمتتون که مطمئنم الان پسر من یه چیزای عجیب و غریبی گفته که مرغ پخته خندش میگیره و اینکه اصلا نگران نیستم سر به سر بچم ولی شما حواستون باشه کاری چیزی هست میخواین انجام بدین همه چیز ثبت شده داشته باشی که بعدا به مشکل نخورید آی رفیقمه دوستمه آشناه معرف فلان بوده بیسار بوده نه بلش چه کارگر چه کارفرما همه چی مکتوب که بعدا داستان براتون پیش نیاد و حق خوری نشه بریم برای روغن ریختن البته اون بابا تقصیری نداشت من خودم مقصر بودم وقتی میدونستم طرف دور و بوه و راحت بالا پایین میکنه حلال حروم میکنه کار فیک و دزدی میفروشه دزدی که نه کار فیک و جای اصل داره غالب میکنه خودم نباید اونجا بایستم اسمم نمیارم نشونیم نمیدم که بعدا نتونی کاری بکنم میدونم همین ویدیو رو میبینم آتیش میگیره اصلا برای مهم نیست من واگذار کردم به خدا خدا خودش جوابشو میده بچه ها همیشه یادتون باشه خدا بهترین انتقام گیرنده است یعنی من خودم میخواستم کاری بکنم مقطعی ولی خدا عمری میزنه قربونش برم انقدر برام اتفاق افتاده پشت سرم اومدن حرف زدن بعدا خود یارو اومده عذرخواهی کرده ببخشید من اشتباه میکردم قضاوت بیجا کردم حالا که نباشه روغن رو بریزیم
الهی بگیری به تو. بچه ها حتما دوتا سوراخ بزنید روی خودی روغنتون که پلوپ پلوپ نکنید. هوا یه طرف بره از این طرف هم ببینید. امیدوارم معلوم بود چقدر راحت داره روغن تخلیه میشه. خوب هم مثل اصل داره میره پایین. بچه ها روغن یکی از اصلی ترین و حیاتی ترین قسمت هاییه که میتونه موتور شما رو سالم و سلامت و زنده نگه داره. همیشه روغنتون رو حتی شده زودتر از تایم و روغن خوب بریزید. خدای نکرده مشکل نشدید بله ها. از اون هوا بره یه دونه باشه یه دونه میره یه هوا باید برگرده که این فشاره رو تنظیم کنه تو. یه سال و نیمه خدا رو شکر میگه خلاص شدم از راننده یوکار و موتور. این همینجوری افتاده بوده. حتی یه جالب من دیدم در بای که موتور باز مونده بود ولی بنزین تبخیر نشده بود. علت شیمیایی داره یا مثلا بسته بوده تحت فشار یا اون جاذبه نگه داشته بوده نداشته بوده تبخیر بشه. خیلی برای اون جالب بود که بله این خودت هنوز بنزین داره. ولی عوضش من اون باکم عوض کنم اون عوض کنم بنزین هم میزنم میره. یه ساعت چیز کنم